بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من بلا. هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما خوبان، هر جای دنیا که هستید همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام. عزیزان، الله رو شاکریم که بار دیگر فرصتی به ما داد تا در خدمت شما باشیم با موضوع بسیار بسیار مهمی که همه باید یه تکونی به خودمون بدیم و این قضیه رو خیلی خوب هضمش بکنیم. قضیه هویتمون و جایگاه ایمان و توحید در ساختار خانوادگی و ساختار شخصیتی خودمون. با یک قصه شروع کنیم. میگن که یه وقت دزدایی رفتن و کیف یه بنده خدایی رو دزدیدن. وقتی اومدند و بازش کردن، دیدن یه عالمه پول هست. در کنار این پول‌ها یک کاغذکی هم این آقا یه دعایی رو نوشته بود و کنار به اصطلاح رو پولاش گذاشته بود. تو این دعا نوشته بود که اللهم اینی استودعتك مالی فاحفظه من اللصوص والسرقه. خدای بار الها، من این مالم رو در حفظ و در امان تو در امانت گذاشتم پیش تو و این مالم رو از دست دزدا و راهزنا حفظش کن. سرکرده یه دزدا گفتم همین کیفه رو همونطور که هست ببندید و برش گردونید به صاحبش. دزدا گفتن چرا رئیس، ما این همه زحمت کشیدیم و این پول رو به دست آوردیم، برش گردونید به صاحبش. گفت بله، ببینید بچه ها، ما دزد مال هستیم نه دزد عقیده و ایمان مردم. این بنده خدا مالش رو، عقیده و ایمانش این رو برداشته بود که مالش رو در پناه الله بگذاره، در حفاظت الله. الان ما وقتی این رو برداریم دیگه این اون ایمانش به خداش متزلزل میشه و دیگه اون اعتمادش رو بر خدا که خدا من دعا کردم یا دعا هم از تو خواستم که این مالم رو حفظ کردی، حفظ نکردی. پس این باعث میشه که ایمانش تزلزل پیدا بکنه. گفت که ما دزد مال هستیم، دزد ایمان نیستیم. بدترین دزدهای روی زمین اونهایی هستند که ایمان و هویت ایمانی افراد رو می‌دزدند. یعنی بدترین دزدهایی که امروز ما داریم سیستم آموزشی ماست. سیستم آموزشی ما بچه‌های ما رو تربیت می‌کنه به یک انسان‌های مشرک بی‌دین، انسان‌هایی که از دین، از ایمان، از اخلاق، از ارزش‌های ایمانی تهی هستند. نتیجه‌اش رو هم ما داریم می‌بینیم که نخبه‌های جامعه ما خیلی جهالت و عمق کفر و شرک در اونها خیلی تندتره از مثلا یک فرد عادی جامعه. از بدترین دزدهای هویتی و عقیدتی و ایمانی ما رسانه های ما هستند. رسانه ها تلاششون این هست که رابطه بنده رو با الله تضعیف بکنن. یعنی ما ایمان اصلا دین چی هست؟ دین عبارت هست از یک رابطه سگانه، رابطه تو با الله، رابطه تو بنده با کل خلق الله، رابطه تو بنده با خودت. خب میبینیم که این رسانه، سیستم آموزشی و بیشتر به اصطلاح موارد دیگه‌ای که در جامعه ما هستن، سیستم تربیتی عموم جامعه و اون بستر اجتماعی که ما توش هستیم، اینها میبینید که رابطه تو با خدات رو به هم میریزن. یعنی ایمان تو رو
به حرکت در میارم و متزلزلش میکنم. مستره به افراد یک در یک سردرگمی هویتی عجیبی گرفتار هستند. پس اینجاست که باید درک بکنیم که دزدهای عقیده و دزدهای مرام خیلی خطرناکتر هستند از دزدهای مال و منال. ما در مثالش مثلا در سیستم تربیتی خودمون در خانواده ها که این انعکاس چی هست؟ انعکاس این سیستم آموزشی و این سیستم رسانه‌ای و این مثلا راهکارهای مختلف یا راههای مختلفی که داده‌های هویتی رو به ذهن بچه‌هامون می‌کارن. حتی مثلا حتی منابر ما، منابر مساجد ما همگام شده با سیستم آموزشی. چرا؟ چون که این ملای ما، امام مسجد ما هم تولیدی همین سیستم نفله است. خب همه هم مغم افراد و خانواده رو چی هست؟ روی اینی که این بچه‌مون وضعش خوب باشه. وضع خوب باشه یعنی چی؟ یعنی یک آدم برای خود شخصیت داشته باشه. شخصیت رو در چی میبینیم؟ در مال و ثروت، در جاه و منصب. یعنی عزت و کرامت بچه‌مون رو ما وقتی میبینیم که این یا مال و ثروت داشته باشه یا جاه و منزلت داشته باشه. در اینی که این ایمان داشته باشه، این اصلا در تصور ما نیست. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش فرعون به وجود میاد. فرعون کی بود؟ فرعون ذل اوتاد، فرعون انها ذل انهار تجری من تحتی. فرعون اون کسی بود که آقا بهترین قدرت رو داشت، بزرگترین قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت آقا میگفت آقا این قصرهای منو ببینید، این رودخانه ها رو ببینید که از زیر پای من در جریان است. یا میشه چی؟ قارون. قارون با وجودی که ان قارون کان من قوم موسی، با وجودی که از قوم موسی بود، از بر بچه های موسی بود و خویشاوندای موسی، اما خداوند متعال دروازه های نعمت رو به روش باز کرده بود به گونه ای که کلیدهای گنجهای قارون رو لتنوع و بالعصبت اولی قوه، چندین یک گروه پهلوان نمیتونستن کلیدهای گنج اینه قارون رو حملش بکنن. این همه ثروت داد، اما این ثروت باعث نشده بود که اون مثلا عزت و کرامت داشته باشه، سعادت داشته باشه. اصلا وجود این ثروت و این همه گنج و کلید یعنی چی؟ یعنی اینه که این انباشته کرده بود. انباشتن مال و ذخیره کردن مال علامت چه است؟ علامت یه خوف، ترس، واهمه که این تموم میشه. حالا که تموم شد بیشترش بکنم، اگر این تموم شد چیکار بکنم؟ بیشتر جمع بکنم. این حرص، آز. خب این مال برای چی است؟ برای کی میخوای جمع کنی؟ برای اینکه استفادهش بکنی. الان وقتشه. استفاده نمیکنی کی میخوای استفاده کنی؟ خب این تلمبار کردن مال دلیل همین است. یعنی این ما رو برای کی جمع میکنه؟ برای ورثه‌اش میه. خودش دیگه در بدبختی و فلاکت و فقر و ناداری و جمع کردن مال و جمع کردن مال یعنی چاپیدن مال از جامعه تو این خودش رو غرق کرده. پس نه جاه و منزلت فرعون بشه فایده ده. همین فرعون میومد میگفت که انا خیر منه، من بهترم، یا هذا الذي لا يكاد يبين، یا این موسایی که هیچ ببینش اصلا حرف زدن بلد نیست. میخواست با این تحقیر کردن آخر دیگران نشی، تحقیر کردن و عدم قبول، غروره. غرور معناش چی است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غرور، کبر و غرور رو چنین معرفی کردن. کبر و غرور یعنی رد کردن، قبول نکردن حق و تحقیر کردن دیگران. و این علامت چه است؟ کبر و غرور علامت ضعف شخصیتی فرده. یعنی چی؟ تا وقتی شما کسی رو تحقیر میکنین یعنی چی؟ یعنی شما در خودت احساس حقارت، احساس پوچی، احساس شکست میکنید. میخواید این شکست رو بگید که من اینجوری نیستم، اونه. این غرور. یعنی فرعون در مقابل موسی در داخل خودش مچاله شده بود، عزت نداشت، کرامت نداشت.
کرامت و عزت و جایگاه رو در موسی میدین. چون که اینجوری در داخل خودش مشاله شده بود، به این صورت حرف میزد. خود هارون دست و پاشو گم کرده بود. قارون که این مال و منال من دارم، خب دیگران نمیدم، حالا میخواد که بگه که من حق دارم که دیگران ندم، من حق دارم که اینو برای خودم جمع کنم. اینما اوتیت و على علم عندي، اینو من به دست آوردم، من علم و دانشی که در داشتم، اون فن و فوت اقتصادی که داشتم منو به اینجا رسونده. این حرف شما میشنوید توی هر جامعه بسیار هست. یه برادری هست که وضع اقتصادیش توپه، یکی کمتره، بهش میگه که آقا چه برادر و خواهرات کمک نمی کنی؟ میگه من این مال و ثروت رو به دست آوردم به خاطر ذکاوت خودم، زحمت کشیدم، سالیان سال عرق ریختم، فلان کردم. اونا حرف منو گوش نکردن، اون اگر مثل من می اومدن، مثل من درس می خوندن فلان. غافل از اینی که بابا تویی که درس خوندی و مدارک گرفتی، استادای تو که تو رو دست دادن و مدارکشو بهتره، اصلا تو زندگی خودشون موندن. پس رزق و روزی رو با این عقلهای کوچیک و اینا نمیشه سنجید. خداوند متعال دروازه‌های روزی رو به روی تو باز کرده، تو رو یک امتحان دیگه گذاشته. اون رو دروازه‌های روزی رو به روش بسته، اون رو امتحان دیگه گذاشته. بعدش هم این زمین، همین این زندگی همچنین بالا پایینی داره، جزر و مد داره. چقدر از میلیاردها بودن که امروز به نان شبشون محتاج هستند، و چقدر فقیرانی بودن که در آشغالدانیا دنبال یه لقمه نان میگشتن، امروز میلیاردرن. این ابتلای الله متعال هست. خب پس چکار بکنیم؟ نه، باید به فرزندمون رو طوری تربیت بکنیم، خودمون رو طوری تربیت کنیم که عزت و کرامت رو در مادیات، در جاه و منزلت، در مال و ثروت نبینیم. عزت و منزلت رو در اینجا بسازیم، در قلب هامون. این چطور به وجود میاد؟ وقتی که ایمانت به الله قوی باشه، وقتی که رابطت به الله یه رابطه صمیمی باشه، وقتی که عزت و کرامت رو در اون دادهای ایمانی و در اون لطف و کرم الهی میبینیم. یعنی حضرت امام ابن تیمیه حرانی یه جمله بسیار زیبایی دارن. امام ابن تیمیه کی بود؟ کسی بود که همیشه تو سری میخورد، همیشه تو زندان ها بود، همیشه توی تبعید و نمیدونم جلاوطنی بود. دشمن ها اصلا آرامش رو براش نگذاشته بودن. یعنی شما تصور بکنید ابن تیمیه یکی صاحب مؤلفات و جهاد و علم و اینا هست، آقا میگن که ازدواج نکرد. چرا ازدواج نکرد؟ کسی بهش زن نمیداد، کسی حاضر نبود دخترش رو به ابن تیمیه بده، از بس که دشمنان و حکومت ها و اونا بهش میزنند و اذیت و آزارش میکردند. این ابن تیمیه همه این دشمنانی که این همه قدرت و سلطه و نمیدونم اینا دارن، اینا رو مسخره میکرد. میگم این بیچاره چی از دستشون برمیاد؟ ماذا یصنع اعدائی؟ دشمنان من چی از دستشون برمیاد؟ اینا به بیچاره فرق زدن، چی کار میتونن بکنن این بیچاره؟ اینا میخواد منو شکنجه کنن. انا جنتی و بستانی فی صدری، سعادت و راحت و آرامش من توی سینمه. اونا دستشون که به اینجا نمیرسه. اونا منو چیکار میکنن؟ تو زندان میدازن؟ آقا زندان خلوتگاه راز و نیاز من با الله هست. من وقتی اول که میدم تو زندان دیگه نیت اعتکاف میکنم، همونجا دیگه مشغول عبادت و روزه و ذکر و تلاوت قرآن و فکر و اندیشه در خلقت الله و در قرآن هستم. منو از شهر و دیارم بیرون میکنن، هر جای ملک من از آنجا که ملک خدای من است، هر جای دنیا میرم و قدرت الله رو میبینم، با خلق و الله آشنا میشم و رابطم رو با بندگان خدا بیشتر و بیشتر میکنم. منو میکشن. یک آرمان شهادت آرمان منه، من آرزو دارم که با به مرتبه بزرگ شهادت برسم. این عزت و کرامت اینجوری هست که انسان مؤمن هرگز با این تغییر و تحولاتی که تو زندگیش میاد، این جزر و مدهایی که به وجود میاد، خودشو نبازه. چرا؟ چون که عزت و کرامتش رو کجا ببینه؟ توی قلبش، تو رابطهش با خداش. نعمتهای الله رو ببینه. اینجوری وقتی خودمون رو تربیت بیکنیم، یعنی وقتی که شما میرید
امروز صبح رفتی نماز جماعت تو مسجد خوندی، خب وقتی میایی میبینی که الله در جامعه هزاران نفرند که از تو قویتر، از تو پولدارتر، از تو قشنگتر، از تو زیرکتر، یکی از اونا تو مسجد نبود. یعنی چی؟ یعنی مسجد خانه خداست. وارد خانه خدا کسی نمیشه مگر اینکه دعوتنامه از جانب الله داشته باشه. همه ای اونها رو خداوند نخواست توی خونش، تو رو آورد. یعنی خداوند به تو توفیق داد که تو از خوابت بلند شی، خودت آماده بکنی، بری مسجد. این توفیق رو الله بهت داد. یعنی الله تو رو میخواست توی مهمونی خونش، یعنی تو رو میخواد، دوستت داره، عزیز اللهی. الان این دوست داشتن و عزیز الله رو میخوای با چی عوض کنی؟ یعنی یک نماز جماعت، نماز صبح رو باید احساس بکنی همینو که بهت دادن بهتر از همه دنیا و آنچه در دنیاست. این برات ارزش تأمنتر باشه از 100 تا خونه، 100 تا ماشین، 100 تا مال و ثروت، 100 تا مثلا حساب بانکی، 100 تا 100 تا. اینجاست که میفهمی که تو چه نعمت بزرگی داری. یعنی اونایی که پیش الله مستفین الاخیار هستن، خدا میخوادشون. طالوت کسی بود که خدا میخواستش. جامعه چی میگفت به طالوت؟ انا یکون له الملك علینا، این بیچاره چطور سرور ما بشه، چطور امام ما بشه، چطور رئیس ما بشه؟ این که پول و پلهی تو دستش نیست، پول و پلهی تو دستش نیست، این اصلا پیش خدا اصلا معنی نداره. اما خداوند متعال انتخابش میکنه. حضرت شعیب رو ببین، جامعه، دید جامعه یه دید جاهلانه است. جامعه به حضرت شعیب میگفت که و من انت علی نبی عزیز، تو پیش ما هیچ قدر و مکان و جایگاه و ارزشی نداری. ولو لا راحتو که لرجمناک، اگر همین عشیره و فامیل تو نمی بود ما تو رو تیکه تیکه می گردیم. نوح که نوحه، جامعه جاهلی به اون ارزش های ضد ارزش ها چکار کرده بودن؟ گفته بودن که نوح تو حق نداری کسی رو بذاری تو خونت بیاد. علم ننه که عنه العالمین، مگه ما تو رو نگفته بودیم کسی رو حق نداری تو خونت جا بدی؟ همه پیامبران رو میبینی که به این صورت به لوط علیه السلام بود، لوط میگفتن و اولم نمنه که عن العالمین، ابراهیم رو میگفتن خذو و انصر و آلهتکم، بگیرید تو آتیش بندازیدش و خدای. یعنی شما تصور بکنید که یه جامعه یا دید جامعه چطور به ابراهیم نگاه میکنه. تصور بکنید یه جوونی گرفتن دست و پاهاش رو زنجیر زدن و یک آتش بزرگی رو تهیه کردن و این منجنیقی هست. الان تصور بکن که ابراهیم توی اون کاسه منجنیقه، اونجا یک آتش بسیار بزرگیه، الان ابراهیم پرت میشه توی آتش. جامعه به این ابراهیم چطور نگاه میکنه؟ جامعه جاهلی، بدبخت، خودشو به کشتن داد، این چه وضعیه، ببین چقدر ذلیل و خار شده. بیایم تو دل ابراهیم ببینیم ابراهیم چه هست. اینقدر خوشحال هست که من تونستم غرور و کبریای این ظالم مستبد و نمرود و نمرودیان رو بشکنم و الان میرم پیش خدای خودم. اقبال چی میگفت؟ نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. صحابی رو وقتی میرفتن اعدام میکردن چقدر خوشحال بود، داره که نماز میخون خوشحال بود. شاید دیده باشید در مثلا عمر مختار وقتی که اعدامش کردن با چه شادی پر میکشه به سوی الله. این عزت، این کرامت، این عزت و کرامت پس جاش کجاست؟ توی دل. یعنی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر بارها ما میشنویم در مثلا حکایت سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که پیامبر از شدت گرسنگی از خونش بیرون میشه،
صحابی رو میبینه گرسنه است، میگه چی از چی رو تیم وقت چه وقتی که از خونه اومدی بیرون؟ میگه یا رسول الله من از گرسنه بودن روده کوچیکم داشت روده بزرگه رو میخورد، مجبور شدم اومدم بیرون تو خونه یکم قدم بزنم شاید چیزی گیرم بیاد بخورم. پیامبر میگفت که به خدا سوگند منم از خونم بیرون نشم چون مگر گرسنگی منو بیرون کرد. پیامبر رب العالمین است، چیزی نداره که بخوره. یک همچنین صحنه هایی برای پیامبر پیش میاد. یه روز یک هیچی نداره، یه روز دیگه است که میبینید که پیامبر هست و یک گله گوسفندی که دره کامل رو پر کرده چند هزار تا. یک سهرانشین میاد میگه ای محمد خوشباله چقدر گوسفند داره، اینو همه مال تو خودته با خدا؟ میگه میخواییش؟ میگه یعنی چی؟ میگه همه بردار باز خودت. این حالت هم هست، اون حالت هم هست، انسان مؤمن هست به این صورت، اما نه این دارایی بزرگ اون رو مغرور میکنه و از خودش رو میبازه و نه این فقر اون رو مچالش میکنه. چرا؟ چون که اصلا این به اصطلاح فقر دارایی اینا اصلا ملاک نیست در پیش اون. ملاک چه است؟ عزت و کرامتی که در سینه ها درست میشه. اینه که باید درک کنیم که ارزش ما و جایگاه ما پیش خداوند متعال به این به اصطلاح ظاهر زندگی و مادیات پوچوی اساسی که همه گم میشه و میره نیست. یه تصور بکنید، یه بنده خدایی بود از روستا می اومد و چیزایی به اصطلاح تو روستا مثلا کشکی و چیزایی که درست میکردن تو روستا می آورد برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هدیه. پیامبر هم از چیزایی که تو شهر بود به اون به اصطلاح هدیه میدن و خیلی آدم به اصطلاح شکل و قیافه چندان خوب نداشت و یک آدم بسیار خاکی بود. این اومده بود و همین چیزایی که هم درست میکرد می اومد توی مکه، هر چه وقتی می اومد اونا رو میفروخت تو بازار. داشت همین حسیرکی که درست کرده بود، کشکی چیزی که آورده بود گذاشته بود کنارش رو به سامی خواست بفروشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شوخی میکرد باشه، اومدن از پشت چشاشو گرفتن و گفتن شوخی شوخی که این برده رو کی از من میخره؟ اینم اول که نفهمید کی دستشو گرفت، دستا رو لمس کرد، این دستای به این نرمی و این دستای به این خوشبوی اینا کی میتونه باشه غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی پیامبر فرمودند که این برده رو کی از من میخره، خندیدن گفتند یا رسول الله با خدا کسی برای نمیخره، بازار من کساده. فرمودند ولکنک عند الله غال، تو پیش خداوند متعال بسیار گرون قیمتی، بسیار با ارزشی. ارزش بس اینجا نیست، میزان ارزش رو باید پیش الله بدونیم. وقتی ما خودمون رو میاییم و به این مرحله از رشد و تعالی میرسونیم که درک بکنیم که ارزش کجاست، پیش الله متعال هست، اون وقت مفاهیم کلن عوض میشه. شما بیاید ببینید چه وقته که ما این مفهوم رو در خودمون احساس بکنیم که ما تربیت شدیم، ما این قضیه رو خوب درک کردیم، وقتی که میفهمیم که ارزش رو از کجا بگیریم، جایگاه کجاست. ببینیم خداوند متعال میفرماید و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، کسی که از الله و رسولش پیروی میکنه این برنده شده، برنده درجه اول. یعنی چی؟ یعنی تو مسابقه ایمان فقط فاز فوزا عظیما، یعنی از رتبه اول رو در آورده، شاگرد اولی، اولین هست. اولی کیه؟ اون کسی که تابع دستور العمل الله و رسولش هست. اگر من تابع دستور العمل الله و رسولش هستم دیگه من شاگرد اولم، من برندگی اول منم. بعد از اون دیگه من چرا هیچ وقت خودم رو کمتر از کسی که کل دنیا رو داره، کل قدرت دنیا در اختیارش هست، کل مال و ثروت دنیا در اختیارش هست، من خودم از اون کمتر نمیبینم.
من برنده منم، اون بیچاره که برنده نیست. یا مثلا در سوره مؤمنون ببینید تعریف مؤمنان در قرآن کریم: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مؤمنان کسایی هستند که وقتی یاد الله میفتند قلبهاشون میلرزه، وقتی آیات قرآن رو میخونن ایمانشون اضافه میده. و علی ربهم یتوکلون، همیشه توکلشون بر الله هست. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نماز میخونن و از رزق و روزی که الله داده انفاق میکنن. اولئك هم المؤمنون حقا، مؤمنان واقعی اینان هستن، همیشه در فکر الله هستن، قرآن ایمانشون رو اضافه میکنه، نمازشون رو برپا میدارن، انفاق میکنن در راه الله، اینها مؤمنان حقن. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، درجاتشون پیش خدا خیلی بالاست و خداوند متعال از اینها در میگذره و پاداش هایی بسیار بزرگی در آخرت دارن. درجاتشون چیه؟ بالاست، اینا بالاترینه. خب الان یه فرد مؤمن هست، یه فرد مؤمن هست، اطاعت از الله و رسولش میکنه، یعنی شاگرد اوله، ایمان داره به الله، همیشه در یاد الله هست، قرآن همیشه در فکر قرآن هست و قرآن ایمانش رو اضافه میکنه، نمازاش رو برپا میداره و در راه الله انفاق میکنه. این مؤمن حقه، درجات بسیار بزرگی پیش الله داره، مورد مغفرت الله قرار داره و بهشتش هم تضمین شده است. این کیه؟ یه مؤمن. حالا یه مؤمن هست در دنیا در یک امتحان الهی قرار میگیره، زیر یه فشار سختی قرار میگیره، یک تهمت هایی بهش میزنن و اذیت و آزارش میکنن، مال و ثروتش رو از دست میده، در یک حالت فقری به اصطلاح سختی قرار میگیره. در همین حالت ها یک انسان عاصی، یک انسانی که از الله دوره، یک انسانی که اطاعت الله و رسولش نمیکنه، از مؤمنان حق نیست، اون رو میبینه که در ناز و نعمته، اون رو میبینه که در یک جایگاه به اصطلاح منصب خیلی بزرگی هست. وقتی که با خودش میگه ای کاش من مثل اون میبودم، وقتی با خودش میگه ای چرا من رفتم یک دعوتگر روی مؤمن شدم، میرفتم یه تاجر میشدم مثل فلانی پولدار میشدم، بچه هاشو ببین، وضع حالشو ببین، نمیدونم زندگیش رو ببین، این انسان کی است؟ این انسان خودباخته یه بیچاره ای هست که اون عظمت و شکوهی که الله بهش داده، اون عزت و جلالی که الله بهش داده، اون رو نمیبینه. این پوچی و بیهودگی اینها رو میبینه، یعنی چیزی از مال دنیا رو، ارزشش رو پیشش در دلش از ارزش ایمان، ارزش قرآنی که در دل اون هست بیشتر تصور میکنه. یعنی اون چیزی که به سلام خداوند متعال داده اون رو نمیبینه. یک جمله هست که از ابن مسعود که میگه، ابن مسعود یعنی صحابی درجه اول پیامبر، میفرماید من تعلم القرآن فظن ان احدا اغنى منه فقد حق عظيما وعظم حقيرا. کسی که خداوند متعال قرآن رو بهش داده باشه، کسی که خداوند متعال قرآن رو بهش داده باشه، بعد از اون گمان کنه که کسی دیگه‌ای تو دنیا هست که از اون ثروتمندتر و داراتره، کسی که اهل قرآن هست بعد از اون تصور میکنه که در دنیا کسی دیگه از اون داراتر و ثروتمندتره، اون انسان در واقع عظمت قرآن رو تحقیر کرده و حقارت مال رو تعظیم کرده. این یعنی خودباختگی، یعنی نعمتهای بزرگ الله رو ندیدن، یعنی در یک پوچی و حقارت به سر بردن. این است که باید درک بکنیم که نه، معیارهای سنجش باید عوض بشه.
باید درک بکنیم که معیارها رو چطور بسنجیم، چطور بدونیم که ما کجا باید بریم. الان شما بیایید در محیط فرهنگی و محیط آموزشی ما نگاه کنیم، از هر چی ما حرف میزنیم، از مال و دنیا حرف میزنیم، از مدارک حرف میزنیم، چه مدرک گرفتم، فلان جا رفتم، بچه‌مو رو فرستادم فلان جا مدرک بگیره، مدرکش چی است، نمیدونم در فلان کار دست داره و فلان داره این کاری میکنه و فلان میکنه و انتخابات آقا بیاییم در انتخابات و فلان، در همه چیز حرف میزنیم. اولویت های زندگی ماست، مشغله های زندگی ماست، تنها چیزی که در زندگی ما جا نداره وحدانیت الله تعالی است. چیزی که ما کمتر بهش فکر میکنیم قضیه لا اله الا الله هست، قضیه توحید و شرک. اینه که قضیه زندگی رو غلطک میندازه. وقتی که شرک و توحید رو ما نتونستیم در زندگیمون خوب حلاجیش بکنیم، نتیجهش چی میشه؟ حالا بیا نگاه کن نتیجهش. در جامعه ما بیشتر مردم ما مشرکن بدون این که خودشون بدونن. وقتی که مشکلی دارن، فلانی دارن، کجا میرن؟ امامزاده، پیر، قبر، نمیدونم رمال، نمیدونم تعویز نویس، جادوگر. خدا کو، الله رو فراموش کردن. یعنی شما تصور بکنید که در کشورهای مختلف، این تنها فقط کشور ما نیست، یعنی در فقط مثلا ایران، در ایران فقط در همین 40 سال گذشته بیش از 11,000 قبر جدید، امامزاده جدید ثبت شده. یعنی امامزاده قدیم بود، میراث‌های جاهلی قدیم، اونا 7-8 هزاری که اونا بود، الان ببین 11,000 دیگه رسما ثبت شده. یعنی چی؟ این 11,000 به معنی چه است؟ یعنی یک مذهب تراش که دیوونه نیست برای قبری درست کنه و یکم هزینه بکنه، مگر اینه که درآمد داشته باشه. یعنی وقتی شما میایید یک قبر و یک امامزاده رو میبینید که روش چند میلیارد دلار خرج شده، مثل قبر خمینی یا مثل قبری که به حضرت امام رضا نسبت داده میشه یا معصومه یا شمکران، این وقتی که میبینی چند میلیون دلار روش هزینه شده، باید بدونی که ده ها برابر این هزینه که روش شده این درآمد داره. و الا اون صدرنشین های قبر که دیوونه نبودن این همه پول هزینه بکنن، این فروشگاه به این بزرگی رو درست بکنن، هزینه کردن که میدونن درآمد بیشتری. یعنی چی؟ یعنی مردم دارن میرن. برو داخل قبر امام رضا ببین که، یا چای که چمکران ببین که چه خبره. نامه ها رو ببین، زنایی که دنبال شوهر میگردن اونجا، شوهرایی که زن خوشگل میخوان از امام طلب میکنن، کسایی که نمیدونن پول میخوان از اونجا، کسایی که بیمارشون رو میخوان شفا بدن اونجا، کسایی که میخوان سربازی برن اونجا، کسایی که میخوان از سربازی فرار کنن اونجا، کسایی که نمیدونن هر مشکلی که داره طرف میره اونجا، خروسش مریضه میره که امام رضا آقا امام نمیدونم چی خروسم شفا بده، گوشش میخاره میرم اونجا، چشش کمسو شده میرم اونجا. یعنی چی؟ یعنی که الله نیست. اینا اصلا در یک شرک عمیقی قرار گرفتن. فکر میکنه فقط اونان؟ در خانواده خود ما ببینیم. یعنی اساس تربیتی کجاست؟ من همچی میگم که اگر میخوای یه خانواده مؤمن و یه خانواده کافر یا یک خانواده بدور از دین و یک خانواده گم شده، خانواده‌ای که هویتش رو ضایع کرده به شناسی، آقا بیا ساعت 10 شب بیا توی خونه یه ساعت 2 دقیقه وایسا، میفهمی که این خانواده اصلا حرکتش به کجاست؟ به سوی جهنم داره میره یا به سوی ارزش‌ها و پایه اساسش هست؟ مادر وقتی که به بچه‌هاش میگه برید بخوابید چی میگه؟ بچه ها برید بخوابید که فردا صبح مدرسه دارید.
این مادر، من میخوام که تصور بکنیم که محوریت فکر ما کجاست، چه چیزی اساس هست، اون محوری که ما دورش میچرخیم. بچه ها بخوابید که بریم فردا صبح مدرسه داری، یعنی چی؟ یعنی این مادر تصورش از زندگی اینه که این بچه ها باید برن مدرسه، مدرسه که رفتن باید این مدرکی بگیرن، مدرک بگیرن که بتونن این کاری پیدا کنن و بتونن زندگی بخور نمیری به چرخونن، دستشو بکشی کسی دراز نشه. مادر من، جون من، عزیز من، مگر تو ایمان نداری الرزاق هو الله، روزی رو الله میده؟ پس وقتی روزی رو الله میده، رابطت رو با الله اول درست بکن، بعد از اون مدرسه و تعلیم و موفقیت و فلان، اینا سر شاخه، اینا زمانت شده است. وقتی که تو بنده الله بشی، همه اونا رو خداوند متعال برات درستش میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما به بچه ها بگید بچه ها زود بخوابید که فردا صبح نماز صبح باید سرحال باشید، نماز صبح باید تو مسجد شاد شنگول باشین، وقتی قرآن میشنوید کیف کنید، لذت ببرید. خب این بچه وقتی که میخوابه به این که فردا صبح زودتر بیدار میشم برای نماز، تو نمازم باید شاد و شنگول باشم، این وقتی میاد فردا صبحش میاد نماز میخونه، چقدر سرحال هست، چقدر انرژی به دست آورده. این وقتی که بسو بعد از اون یک ساعت نیم ساعت دیگه میره مدرسه، مدرسه میره، فرق بین یک کودکی که یه بچه ای که یه بزرگی که نماز صبح خونده توی مسجد و میره مدرسه یا میره سر کار، و بین کسی که بلند شده از خواب و میره سر کار، اصلا زمین تا زمان اینا با هم فرق دارن. اینی که نماز صبح خونده با یک انرژی بزرگ، فهو فی ذمت الله، در پناه الله هست، موفق در همه کاراش. اونی که تأخیر کرده تو نمازش نخونده، من اخر اخره الله، پیامبر فرمودن این دیگه در همه چیز، کسی که در نمازش تأخیر کرد و خودش رو انداخت، این تو همه زندگیش تأخیر شده است، در درسش عقب میمونه، در صحت و سلامتیش عقبه، در فهم و درک و در عقبه، در هوش و زندگیش ذکاوتش عقبه، در همه چیزش عقب افتاده. چرا؟ خودش رو عقب انداخت. پس قضیه خیلی روشنه، سر صبح بیا. فرق خانواده مؤمن و خانواده ای که اصلا به صلاح هویتش دزدیده شده یا گم کرده که یه نیم ساعت فرق. اون خانواده مؤمن بچهش رو سر صبح بلند میکنه که بچه بلند شو که وقت نماز است، عزیزم بلند شو که وقت نمازه. وقت نمازه یعنی چی؟ یعنی از همون آغاز صبح اون رو با اللهش انس میده. وقت نماز صبح تا طلوع آفتاب، این وقتیه که هیچ انسان عاقلی نباید توش بخوابه. در این وقت هر کسی که بیدار هست از اون صفا و اکسیژن و شادابی روز نیرو میگیره، برکت زندگیش هست. اون کسی که از فجر تا نماز، تا از نماز فجر تا طلوع آفتاب سرحال مونده عبادتشو میکنه، این اصلا زندگیش چند برابر انرژی داره از اون کسی که این همین وقت رو میخوابه. این وقتی که سکته های مغزی زیاد میشه، این وقتی که انسان مچاله میشه، بیمار میشه، اون طرف میاد بچهش رو برای نماز بیدار میکنه. این خانواده ای هست که هدف داره، میدونه که چه کار داره میکنه، هم صحت و سلامتی بچهش برای مهمه، هم هوش و ذکاوت بچهش براش مهمه، هم ایمان بچهش مهمه. آغازکری اینها محوریت رو ایمانه، ایمانش رو من میسازم، بقیه چیزها ردیف خودش میاد. اما اون کسی که ایمان براش مهم نیست، پدر و مادره بلند میشن نماز صبحشون رو میخونن، سر صدا نکن که بچه ها خوابن، بلند میشن برای مدرسه، نیم ساعت بعد برای مدرسه، مادر جون بچهت رو بلند کن برای عبادتش، بذارش بذار بخواب بچه تفلک مدرسه داره میره. بعدم برای مدرسه دیگه میبینی که همین مادره دیگه توپ و تانک دستش گرفته، بچه باید بره مدرسه. خب بذار یه ساعت دیرتر بره مدرسه، چی میشه مگه؟ نه، باید سر صبح برسه، فلان بره، چی میگن مدرسه، چی میگن فلان الان. یعنی محور تفکیر، اون چیزی که فضای خانواده رو میچرخونه، وقتی که توحید
و عبادت الله نشه، خب این بچه از دیگه میبینی بچه امتحاناته، چیکار کرده؟ رفته یه تنگی از این چیزایی که چینی ها میفروشن، چشمی روشش، دستش بسته رو سینه‌ش، پسرم این چیه؟ این که هوش میاره، این نمیدونم از چشم منو نگه میداره، این نمیدونم فلان، طرف روی خونهش چشمش میچسبه، این چیه؟ باعث میشه کسی منو چشم نکنه. یعنی زندگی در یک عالمی از خرافات، از پوچی ها، یک مردکی یک قطور نمیدونم 200 کیلویی شرم نداره، فکر میکنه که خودش نمیدونه از خودش دفاع کنه، یه سنگی که از چینی ها خریده پنج نمیدونم چقدر پول داده، این سنگه اونو نگهش میداره. عقلت کجا شد؟ انسانیتت کجا؟ همه چی خیر حقیر. چرا؟ چون خودشو اصلا نمیبینه. یعنی یک تعویض براش خیلی با ارزش داره، تعویزه میتونه جن و فریتا و نمیدونم فلان ارزش نشون بده، توی نمیدونم کله گنده خودت چیکاره هستی؟ هیچی. برای خودش به اندازه یک نمیدونم نخ ارزش نداره، یه نخ سیه گذاشته رو دستش، این چیه؟ این منو حفظ میکنه. یه نخ پوچ براش از اون از خودش با ارزش نداره. چرا به این وضع رسیده؟ چون که محور تفکیرش اشتباهه. اینجا مشکل اینجاست، اینه که نیاز هست که خودمون رو درک کنیم. با ایمان به الله تو قدرت پیدا میکنی. ایمان به الله دیگه باعث میشه که تو از هیچ احد و ناسی ترس و واهمه ای نداشته باشی. یعنی تمام پیامبران که اومدن، اولویت کاریشون، اولویت دعوتشون چی بود؟ شناخت الله متعال. یعنی خود پیامبر اکرم صحابه میگفتن که خب پیامبر به ما ایمان رو یاد داد، بعد از اون قرآن رو یاد داد، و با تلاوت قرآن ایمانمون افزوده شد. همون قد افلح المؤمنون، همون به اصطلاح خداوند متعال وقتی که در سوره مؤمنون به ما میگه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یعنی مهمترین چی؟ ذکر الله، یاد الله، شناخت الله. بعد از اون و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمان، و بعد از اون وقتی که آیات الله متعال روشون خونده میشه زادتهم ایمانا، ایمانشون اضافه میشه. پس اولین و مهمترین چیز شناخت الله متعال هست، ایمان به وحدانیت الله متعال. این که پخته شد، بعد از اون قرآن، قرآن رو که میخونیم این ایمانمون قوی تر میشه. و یعنی تمام تلاش پیامبر برای ساختن این انسان بود که چطور این انسان فکر کنه و اون به اصطلاح ردبندی اولویت‌هاش مشخص بشه که اولویت اول من شناخت الله متعال، توحید الله متعال هست. یعنی تمام شما ببینید کلید دخولی انسان به فضای ایمان چه هست؟ شهادت الله اله الا الله. کل حکایت روی همینه، اشهد ان لا اله الا الله، هیچ اللهی نیست، هیچ معبودی نیست، هیچ تکیگاهی نیست، هیچ کسی نیست که من انسان اون رو عبادت کنم مگر الله متعال، من انسان بنده اون باشم مگر الله متعال. اما این باید از ته قلب باشه. وقتی از قلب شد، روی زبان اومد، در سلوک و رفتار من مشخص باشه. منافقون مگر نمیگفتن اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله؟ منافقین میگفتن. خود سوره منافقون در مورد اونا چی میگه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، منافقون میان و میگن که قسم میخوریم که تو رسول الله هستی، والله یعلم انك رسول، خدا که میدونه تو رسولش هستی، نیازی به این نیست که منافقان بیان تو رو تایید بکنن، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند شهادت میده، خداوند گواهه که منافقا دروغ میگن. منافقا دروغ نمیگن که میگن که تو پیامبری، خب پیامبر هستی، خدا میدونه. منافقان در این ادعایشون که شهادت میدهند به رسالت تو و پیامبری تو، در این دارن دروغ میگن. یعنی این ادعاشون، این حرفشون دروغه، اینا شهادت نمیدن.
خود دارن میگن، خودمون میشنیم، پیامبر میشنوه، این رو میگه با طرف میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، میگه نماز هم میخونه. نه، چرا اینا دروغ میگن؟ دروغ به زبانشون که نمیگن، به زبانشون دارن میگن این حرف رو، چون که اینی که به زبانشون میگن تو دلشون نیست، اینی که دارن به زبانشون میگن تو رفتارشون نیست. حالا بیاییم خودمون رو نگاه بکنیم، چقدر از ما میگیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد، هممون. چقدر از ما نماز میخونیم؟ هممون میدونیم که نماز نخونیم کافر میشیم. خب چقدر از ما این لا اله الا اللهی که بهش میگیم ایمان داریم، در زندگیمون هست، اولویت اول فعالیتمون هست، اولویت اول فضای تربیتیمون هست، فضای خانوادگیمون هست، همه غذاها روی محوریت لا اله الا الله میچرخه، حلال و حرام در محوریت لا اله الا الله میچرخه، سلوک و رفتار ما رو لا اله الا الله داره جهت دهی میکنه. این فرد دیگه دروغ نمیگه، دزدی نمیکنه، چپاول نمیکنه، مال مردم رو نمیخوره، رشوه نمیگیره، کارهای فساد اخلاقی نمیکنه، نمیدونم احتکار نمیکنه و و و. چرا؟ چون لا اله الا الله بهش ایمان داره، میدونه که من بنده الله هستم و فقط و فقط از الله پیروی میکنم و تابع دستور الله هستم. الان بیا ببین که در جامعه ما چقدر این ایمان نفله شده. دارم با عزیزانی حرف میزنم، اهل علم و دانش، مثلا دینم خوندن، میگه آقا پیامبر الله اینجور میگه در قرآن کریم، اینجا میگه بله در قرآن کریم این معناش خوبه، و اما پیامبر میگه ولی، یعنی تعویل آیات قرآن کریم وفق شهوتهای فردانی، تغییر یعنی گرفته گردن احادیث و قرآن رو میچرخونه اونطوری که خودش میخواد. هم در واقع امری طوری نیست. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ مؤمنی، چه زن چه مرد، وقتی که الله و رسولش یک امری، یک دستور الامری رو صادر کردن، اونا حق ندارند که از طرف خودشون چیزی اضافه بکنن. خب پس چی؟ پس این ولی ها، این نمیدونم تغییر احکام الله متعال توسط کی؟ توسط نخبهان و عالمان و نمیدونم تحصیل کردن و فلان. یعنی اقبال لاهوری یک جمله‌ای داره، گرچه که در ظاهرش زیبا نیست اما معناش خیلی عمیقه. میگه که زمن بر صوفی و ملا سلامی که پیغام خدا گفتند ما رو. من برای صوفی و ملا احترام قائلم، برای اینکه پیغام خدا رو به ما انداختن، ولی تعویلشان در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفی را. اما تعویلی که میکنن، تفسیری که از کلام الله میکنن، این نه الله همچنین حرفی زده، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین قضیه گفته. یعنی میان دین خدا رو به طوری که دلشون میخواد به وفق هوا و هوس خودشون رنگ میدن. اما نه، سبقه الله و من احسن من الله سبقه. تو باید ربانی باشی، رنگ رو تو از الله میگیری، وفق تعالیم الله باید پیش بری. این است که باید برگردیم روی قضیه لا اله الا الله. و در قضیه لا اله الا الله، خوب یعنی این محور حرکت و محور فضای تربیتی، فضای سلوک و رفتاری زندگی ما باشه. در کنار لا اله الا الله، اون چیزی که این معنا رو ثابت میکنه در زندگی ما، قضیه نماز هست. نماز رکن دینه، لا اله الا الله رکن دینه، حج و زکات و روزه هم ارکان دینن، اما تأکید زیاد روی قضیه لا اله روی نمازه. لا اله الا الله یک بار میگی وارد اسلام میشی، روزه میگیری اما
تبصره داره، میتونی در وقتی که بیمار هستی و فلان هستی از سفر هستی رو برداشته میشه، به تعویق میخفته تا بعد از سفر و بعد از بیماری. زکات پول و ثروتت رسید به مرحله معینی زکات میدی. حج توانمندی حج رفتن داشتی حج میکنی. نما نماز؟ نماز نه، نماز در هیچ حالتی از توی انسان مؤمن ساقط نمیشه. میتونی بری تو جماعت بخونی، تو جماعت میخونی، درس و واهمه داری تو خونت میخونی، بیمار هستی نشسته میخونی، نشسته نمیتونی دراز کشیده میخونی، در هیچ حالتی نمیتونی چشاتو حرکت میدی میخونی، در یعنی هیچ حالتی تا دم مرگ نماز ازت برداشته نمیشه. چرا؟ چون که کل نماز، در واقع نماز همین لا اله الا الله هست که در زندگی من و در شخص من داره میچرخه. نماز آغازش با الله اکبر الله اکبر اذانه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اذان، عظمت الله و تکرار اینه که من بنده الله و تابع فرامین الله و رسولش هست. میام و در مسجد و نمازم رو ادا میکنم، نمازش رو میبینی از هر حرکت نماز الله اکبر، هر ذکر نماز سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، یعنی من انسان بسیار ضعیف ناتوان یک قدرت و هیبت عجیبی میگیرم. چرا؟ چون که میگم پایگاهم پشتم خیلی گرمه، من انسان ضعیف ناتوان بنده الله اکبرم، بنده الله العظیمم، بنده الله الاعلا هستم، من فقط برده ام، بنده ام در پیش الله متعال. در نتیجه خیلی حوام، خیلی قدرت دارم. شما میبینید مثلا طرف میاد و یه لباس خاصی پوشیده که بیانگر این هست که این آقا از نمیدونم شخصیت های درجه اول یا نزدیکای رهبره، پادشاه است، اینها از دیوان پادشاهی هن. وقتی میره جایی کارتشو میکشه، آقا عضو دیوان پادشاهی، نماینده پادشاه. چه دیگه، همچین مردم هم براش حساب برند و خودش هم چه اعتماد به نفس بالایی داره، هر جا که میره حرف میزنه چی از طرف پادشاه اومدن. دقیقا انسان مؤمنی که با الله هست این احساس رو داره که من نماینده الله هم، من رابطم با الله هست، پشتیبانم الله هست، الله اکبر، الله عظیم. اینه که میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روی رکن نماز اینقدر تاکید داره. رکن نماز میگه فرمایند که کسی که نماز رو ترک کرد کافر شد. الفرق بیننا و بینهم ترک الصلاه و من ترکها فقط کفر. فرق ما و دیگران، فرق ما و کافرات تو نمازه. کسی که نماز رها کرد کافر شد، کسی که نماز نمیخونه کافره. یعنی چی؟ یعنی کلا ترده، از ما نیست. تو قبرستان مسلمان دفن نمیشه، ازدواج با مسلمان براش جایز نیست، قضیه میراث اصلا در خانواده این اصلا معنا نداره، کافر دیگه، هیچ چیزی نداره، هیچ نه حقی داره با ما، نه ما باش حقی داریم، نه هیچ چیزی، تموم شد، رابطه قطع میشه. چرا؟ یعنی گویا این معناش اینه که تو یه انسان مؤمن هر چقدر انحراف داری مواظب باش که نمازت رو از دست ندی. اگر داری رشوه میگیری نمازت رو از دست ندی. اگر داری مرتکب فاحشه و گناه‌های میشی و لغزش‌های اخلاقی داری نمازت رو از دست ندی. اگر دزدی میکنی نمازت رو از دست ندی. اگر نمیدونم احتکار میکنی نمازت رو از دست ندی. اگر بد اخلاقی و به دیگران بد و بیرا میکنی نمازت رو از دست ندی. در هیچ حالت نمازت رو از دست ندی. چرا؟ این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، که نماز انسان رو از فحشا و منکرات دور میده. یعنی چی؟ یعنی حکایت نماز آخرین طوق نجات توست. حکایت نماز همون آخرین امیدی هست که میتونی خودت رو نجات بدی.
هر چقدر تو در انحراف و لغزش ها باشی، وقتی که تناب نماز رو گرفتی، یه روزی خواهد اومد که همین نماز تو رو برگردونه. یعنی یک راه برگشتی رو با نماز برای خودت گذاشتی، یک فضای یوترنی وجود داره. نماز رو از بین بردی، دیگه این فضای یوترن و بازگشت، اینی که دوباره بتونی برگردی بشی الله متعال، این رو دیگه تضعیفش کردی. این قضیه نماز هست که الله تعالی میفهمه ورک و مرکن، که این نماز باید در چه باشه؟ در فضای جامعه. نماز با راکعان هست، یعنی با نمازگزاران. نمازت باید با جماعت باشه، با مردم باشه، توی جمع مسلمون ها باشه. کل این ماجرا روی چی میگرده؟ روی قضیه لا اله الا الله. لا اله الا الله اینقدر مهم است که اسلام فقط به نطق لا اله الا الله، به ادعای لا اله الا الله ارزش قائل، قیمت داده، باها داده. فقط طرف میاد به دروغ میگه لا اله الا الله. منافق همین نیست؟ منافقی؟ منافقی کافره که فقط ادعای اسلام کرده، لا اله الا الله رو میگه. چون که لا اله الا الله میگه و به دروغ، ما میدونیم، خودش هم میدونه. در جامعه اسلامی این مثل یک مسلمون از کل حقوق یک مسلمون برخورداره. ما با این فرد با وجود اینکه میدونیم منافقه، مثل یک مسلمون رفتار میکنه، تماما حقوق یک مسلمون رو میگیره و کسی هم نمیتونه حرفی بزنه. چرا؟ چون که لا اله الا الله میگه. یعنی همین گفتن لا اله الا الله و اعلان اون برای الله ارزش بنده، براش حداقل توی دنیا براش یه جایگاهی گذاشته، یک مکانتی رو براش انجام داده. پس این است که محور تفکیرمون، محور اندیشمون باید روی لا اله الا الله باشه. چرا؟ چون که این راه رستگاری همینه. اگر میخوای موفق باشی تو زندگی دنیا و آخرتت، راهش همینه. اگر میخوای در همه زمینه‌های زندگی بهترین باشی، راهش چرخش در محور لا اله الا الله است. یعنی قریشیان به کجا که نریسدی بودن از دست پیامبر، آخرش بلند شدن پیش ابو طالب اومدن، که ابو طالب جون دستمون به دامنت، این دیگه پسرمو پسر برادر زادت پدر ما رو در آورده، خدایان ما رو مسخره میکنه، بد و بیرا بهشون میگه، نمیدونم فلان و ادان. چرا پیامبر که مسخره نمیکرد، بد و بیرا نمیگفت؟ اما همینی که میگفت اینا آقا هیچ کارن، این بوتا رو خودتون تراشیده بودید، این که تا این دشمن بود برای اونا، خدایا ما هیچی از دستشون بر نمیان. بیا پا در میانی کن ابو طالب، بیا دیگه دست به دامنتون که همین قضیه رو برای ما حلش بکن، بهش بگو هر چی دلت میخواد بهت میدیم، فقط دست از سر خدایان ما بردار. بهشون نگو آقا اینا هیچ کاری هن، بهش نگو اینا رو ما با سنگ اند و هیچی از دستشون نمیاد و خودمون تراشیدیم، از اینا خدایان ما هستن. ابو طالب هم اومد پیامبر رو خواست که یا محمد برادر زاده، اینا خیشاوندای خودت هستن، بیا با اینا بشون یکم به صلاح کنار بیا. گفتم بچه من که از اونو چیزی نمیخوام، من فقط یک کلمه میخوام، این یک کلمه رو بخوان عزت دنیا و آخرت رو به دست آوردن، در کل دنیا در بین عرب و عجم اینها سردار میشن، عزیز میشن، قابل ارج میشن. گفتند اگر ما یک کلمه بگیم یعنی بهترین ها خواهیم شد؟ فرمودند بله. گفتند قسم به خدا یک کلمه چی؟ صد تا میگیم. و عبی که عشر کلمان جون بابا ده تا میگیم، این حرفیه، یک کلمه میخوایی بگیم. گفتند بله یه جمله بگیم، بگید که لا اله الا الله تفلحو، شما بگید لا اله الا الله رستگار میشید، سعادتمند میشید، عزت دنیا و آخرت به دستتون میاد، جایگاهتون در جامعه بلند میشه. خدا من نمیتونه در مورد قرآن چی میفهم؟ فیه ذکرکم، عقلتون کجاست؟ فلا تعقلون،
در این قرآن عزت شما، کرامت شما در قرآنه، جایگاه شما با قرآنه، یعنی با شناخت تعالیم الله متعال، با درک مفهوم لا اله الا الله. وقتی که این حرف رو گفت بلند شدن دعوا کردن، دعوا سرشون رو جمع و جور کردن در رو. چرا اینا فرا کردن؟ چون اینا میدونستن قضیه چه هست؟ قضیه تغییر محور تفکیره. در قضیه اینه که آقا اهرم یا اون مرکزی که من دورش میچرخم چی هست؟ قریش مشکلشون چی بود؟ مرکزی که دورش میچرخیدن مال، منال، جاه و منزلت بود. پیامبر میخواد بگه آقا این مرکز حرکت نیست، مرکز حرکت باید لا اله الا الله باشه. وقتی که مرکز حرکت زندگی و جهت‌دهی زندگی مال و منال و دنیا بود، هر چیزی که دنیای اونها رو به خطر میندازه یا گمان میکنن که ازشون میگیره با اون در جنگن. تمام تلاششون حفظ امین ماه و منال و جاه و منزلته و همه برنامه زندگیشون به این وفق میره. وقتی که محور لا اله الا الله شد، اون وقت قضیه فرق میکنه. محور لا اله الا الله است، کل زندگی در کهکشان لا اله الا الله جهت دهی میشه. اونجاست که انسان احساس سعادت، رستگاری میکنه و از بدبختی ها و فلاکت و پریشانی و استرس و اکتئاب دور میشه. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. امید هست که این قضیه رو خوب در ذهنمون بارورش بکنیم تا بتونیم در دنیا و آخرتمون پیروز باشیم و شادکام. الله شما رو یار باد و یاور.